عملیات جدید و مرگبار نیروهای ارتش اسرائیل و سازمان امنیتی شباک در بیمارستان شفا. به گزارش رویترز، پس از ورود سربازان اسرائیلی به محوطه بیمارستان، شبه نظامیان فلسطینی از داخل بیمارستان شفا به آنها شلیک کردند. ده ها تروریست حماس در بیمارستان شفا بازداشت شدند. اکنون می توانم تایید کنم که فائق مپوح، رئیس اداره عملیات امنیت داخلی حماس، کشته شده است. ارتش اسرائیل در این عملیات 80 فرد مظنون را دستگیر کرده. وزارت بهداشت حماس از وقوع آتش سوزی در دروازه مجتمع پزشکی شفا و وجود موارد خفگی در میان زنان و کودکان آواره در این بیمارستان خبر داد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد یکی از سربازانش در طی این عملیات کشته شده است. بیمارستان شفا در شهر غزه در محور شمالی این باریکه واقع شده است. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود شمال نوار غزه را از نیروهای حماس پاکسازی کرده، اما طی هفته‌های گذشته عملیات نیروهای زمینی و هوایی ارتش اسرائیل در این ناحیه دوباره شدت گرفته. اسرائیل معتقد است عوامل و فرماندهان حماس به تازگی وارد بیمارستان شفا شدند. به گزارش منابع فلسطینی و به نقل از ساکنان شمال نوار غزه، بیش از 45 تانک و نفربر زرهی وارد این منطقه شده و بیمارستان شفا را محاصره کردند. ارتش اسرائیل فیلمی را منتشر کرده که نشان می‌دهد افراد مسلح حماس از بیمارستان و منطقه مجاور به سربازان تیراندازی می‌کنند. این فیلم همچنین نشان می‌دهد که یک بمب کنار جاده‌ای بر روی یک خودروی زرهی اسرائیلی منفجر می‌شود. نیروهای ارتش اسرائیل در حال حاضر در حال انجام عملیات دقیق در بیمارستان شفا هستند. نیروهای ما تحت آموزش‌های ویژه قرار گرفتند تا آنها را برای محیط حساس و سناریوهای پیچیده‌ای که ممکن است با آن مواجه شوند آماده کنیم. جنگ ما علیه حماس است، نه علیه مردم غزه. ما تلاش‌های بشردوستانه‌ای را برای تأمین غذا، آب و سایر لوازم برای بیماران و غیر نظامیان در محوطه بیمارستان انجام خواهیم داد. نیازی نیست بیماران و کادر پزشکی بیمارستان را تخلیه کنند، اما گذرگاهی برای خروج غیر نظامیان دیگر از بیمارستان آماده شده. حماس میگوید 30,000 آواره در بیمارستان شفا پناه گرفتند، اما برخی رسانه ها این رقم را بین 5,000 الی 7,000 نفر تخمین زدند که اکنون باید آنجا را ترک کنند. این بیمارستان در حال حاضر 500 کادر درمان دارد و حدود 650 نفر نیز در آنجا بستری هستند. این دومین بار است که ارتش اسرائیل از آغاز جنگ در غزه به بیمارستان شفا حمله می کند. این بیمارستان پیش از جنگ بزرگترین مجتمع درمانی در غزه به شمار می رفت. اما اسرائیل از همان ابتدا حماس را متهم به استفاده نظامی از این بیمارستان کرد و یک تونل طویل چند شاخه به همراه مقادیر زیادی سلاح در زیر بیمارستان شفا کشف کرد. بهنود نورپناه، لندن.